رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من از کانادا تماس میگیرم و من میخواستم در مورد مشکلی که با همسرم دارم باهاتون صحبت بکنم. من خودم 40 سالم هستش، همسرم 50 و حدود 15 سال هستش که ازدواج کردیم و 2 فرزند داریم، هر 2 دختر هستن، یکی 12.5 سال و اون یکی 6 سال. ببخشید، یکی 6.5 سال، یکی 12 سال. من فرزند دوم هستم. چه مدتی است که کانادا هستید عزیز؟ من ازدواج کردم، کانادا اومدم. همسرتون قبلا اونجا بودن؟ بله اونجا بودن. چه مدتی قبل از شما اونجا بودن؟ فکر میکنم حدود مثلا 10-15 سال قبل از من، 10-12 سال قبل. از کجا با هم آشنا شدی؟ توی ایران ما با هم آشنا شدیم، ایشون اومده بودن ایران و ما جای همدیگر رو دیدیم و اونجا با هم آشنا شدیم. خب هر دو فرزند چندم هستی داشتید میگفتی؟ من فرزند دوم هستم از 3 فرزند و ایشون فرزند آخر از 6 تا. هر دو چی خوندید و چه میکنید؟ من میکروبیولوژی خوندم و ایشون کامپیوتر. ایشون من کار نمیکنم ولی ایشون کار آزاد دارم. شما چرا کار نمیکنید؟ بذات خوش من الان جدیدن هستم ولی تا الان به خاطر بچه ها و اینو و اینکه همسر من دوست داشتن که من بیشتر با بچه ها وقت بگذارم و چیز باشه، به خاطر اون تا الان کار نمی کردم. اوکی. با از نظر اقتصادی فقط کار همسرتون برای هر 4 شما کفایت میکنه؟ بله. اوکی بسیار خوب. خب چه خبر است بینتون؟ متاسفانه همسر من، ما 2 تا مشکل خیلی بزرگ با هم داشتیم همیشه و الان هم یکم شدتش بیشتر شده که حقیقتا من یکم مثلا به فکر جدایی افتادم. این هستش که ایشون، یکی این که متاسفانه هیچ نوع حریم خصوصی ندارن. یعنی مثلا من یه چارچوبی دارم که توی زندگی که مثلا میگن این حریم داخل خصوصی داخل زندگی ما هستش و باید به اون احترام گذاشته بشه، ولی متاسفانه ایشون اصلا این رو قبول نداره. یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنن ایشون که شما درست نمیدید؟ مثلا مشکلات، مثلا چیزایی که برای مسائلی که بین ما پیش میاد یا دعوایی که برای ما پیش میاد میره مثلا برای همه توضیح میده یا با همه صحبت. نه صبر کنید، بسیار سوال کن. اولا خانواده ایشون هم هیچ کدوم از شما دوتا خانوادهاتون کانادا هستن؟ من نه، من یکی دوتا خانواده دورم هستم ولی ایشون بله خانوادهشون اینجا هست. یعنی هر 5 تا خواهر برادر و پدر مادر؟ نه پدر مادرشون که فوت کردن ولی خواهر برادرشون اینجا هستن. خب آیا این گفتگوها رو با خواهر و برادرها دارن یا با غریبه ها یا در جمع دارن؟ در جمع که متاسفانه خیلی مثلا با من شروع میکنم، مثلا به رفی صحبت میکنم که من مثلا خیلی دوست ندارم، که خیلی وقتا من باش صحبت میکنم اون هیچی، ولی مسائلی که مطرح میکنم بیشتر مثلا با دوست، با آشنا، با هر کسی. و مثلا متوجه میشم که مسائل ما جای دیگه، مثلا کسای دیگه میدونن. در چه زمینه هایی مسائل مطرح میکنن؟ مالی، رابطه احساسی، تربیت بچه هاست، مسائل جنسی؟ مالی رو میگن، حتی در مورد جنسی هم من متوجه شدم که چند جا صحبت شده و مالی هستش و بچه ها هم میتونم بگم تا یه حدی. نه مالی برمیگرده به این که شما کار نمی کنید یا شما زیاد خرج میکنید؟ نه مالی برمیگرده به ایشون که ایشون عقیده داره که من زیاد خرج میکنم. بله. آیا واقعا این کار میکنید شما؟ حقیقتا اگر بخوام آنست باشم اوایل شاید، ولی الان چندین ساله که خیر. یعنی شما در حالی که کار نمی کردید فکر می کردید اگر ایشون دیدید که من پرسیدم آیا کافیست یا نه، اگر ایشون گله و شکایتی از نوع خرج شما داشتن
درسته شما ماجرای بچ ایشون اون موقع بفرمایید. اصلا هیچ وقت ببخشید ایشون اون موقع اصلا شکایتی نداشتن، اصلا شکایتی نداشتن. چه اهمیتی داره؟ نه صبر کنید، من ده سال شکایت نداشتم، از فردا که شروع کردم این جدیه. خب شکایت دیگه، 10 سال شما غذای شور به ایشون دارید که چی نگفتن؟ امروز که میگن شوره، خب باید بپذیرید شوره. ای شوره، شما این نمیدید 10 سال تو هیچی نگفتید. بله آخه شما اومدید کانادا و در سن 25 سالگی آمدید کانادا، تصمیم گرفتید کار نکنید، بهانه‌تون بچه هاست. بچه ها بعد از سال 3 سالگی میرن مهد، برمیشه هم اگه لازم بود گذاشتشون که مدت طولانی باشن. بنابراین شما روزی 5 ساعت تا 7 ساعت که میزید کار بکنید. بله من این متاسفانه خب میگم، چون همسر من دوست داشت که خیلی دوست داشت که مثلا من تا قبل از 4 سالگی دختر من مثلا مهد و اینا بره، و بعد از اینکه من الان خب خب نگاه و نظر غلطی داشتن. حساب کنیدم نگاه و نظر غلطی است که قبل از 4 سالگی مهد نره. بچه 2 سالگی باید بره، تا اینکه یک برای صلاح بچه است، رشد بچه است، آموختن جهان و واقعیت جهان خارج از محیط خونه. حالا خیلی خب، نه پذیرفتم، اونو من کاری نرم. درباره مسائل جنسی شکوه و شکایتشون چیه؟ یه شکایتی چیزی ندارن. اول که ایشون به نظر یعنی من فکر میکنم یه مقدار چیز حالت، چون ما با مشاورم صحبت کردیم، یه مقدار حالت ادیکشن دارن توی سیکس ادیکشن هستن. یعنی چون چیزی که الان پیش اومده بین ما، متاسفانه ایشون، من چندین بار متوجه شدم که با کسای دیگه هستن. نه اون که به سیکس ادیکشن ارتباطی نداره. نه به من سیکس ادیکشن یعنی یه آدمیست که ای بسا باید سیکس داشته باشه، اونم روزی چند بار یا حداقل یکی دو بار، و بنابراین به اون صورته و این یه اجبار، یه ارجه. ایشونی هم که چیزی دارن؟ چیزی که دارن اینه که مثلا الان من جدیدن متوجه شدم که ایشون مثلا همزمان با 4 تا 5 تا خانم صحبت میکنن و رابطه دارن. نه صحبت یه مسئله است، اون رابطه نه که درسته صحبت عاطفی و رابطه. آه خب اون یه ذره مسئله است. و شما اینو از کی میدونستید و از کی شروع شده؟ که کدوم رو؟ که رابطه؟ که رابطه دارم حتی با یکی؟ حتی با یکی من چند سال پیش میدونستم که بعد مطرحش کردیم و خیلی با هم صحبت کردیم و ایشون قرار شد که دیگه، چون من خب موقع فکر میکنم دختر دومم داشتم و قرار شد که دیگه انجام نشه، ولی متاسفانه باز دوباره تکرار شد و تکرار شد. ایشون حتی چطور بگم، با فقط آدم های غریبه نیست، حتی با آدم هایی که مثلا آشنا هست هم من ارتباط میگیره. و بعد ما باعث شد که یه مدتی از هم جدا باشیم، یعنی من جدا شدم از ایشون حدود چند وقت قبل، مثلا حدود 3 سال پیش، 2 سال 3 سال پیش، و یه 1 سالی هم جدا بودیم و ما خیلی مشاوره رفتیم و مشاوره ما نظرشون این بود که ایشون باید روی سر چیزا مثلا خب درمان بگیرن و چیز بکنن، که ایشون هم قبول کرده بودن و روند خیلی خوب داشت پیش میرفت. و مشاور من از من خواست، چون نمیدونم ایشون مثلا خواسته بودن که ما برگردیم، و مشاور من مثلا گفتن که این داره خیلی خوب پیشه و این کار قدم نه برگرد. به من بگید آخه تشخیصی که روی ایشون دادن و کاری که ایشون میکردن چه بود؟ ایشون گفتن اینا، ایشون یه حالت یه چیزی داره که اولا این که هم به خاطر که ایشون توی هم حالت های مثلا خیان سیکس و چیزی این چیزو دارن، و همین که اون موقع مثلا خیلی قمار بازی میکردن، کازینو خیلی میرفتن به طور خیلی وحشتناکی، و این که هم یعنی اگر درآمدشون 100 دلار بود ممکن بود چقدر ببازن تو یک ماه؟ آره تو بگم که مثلا بعضی وقتا پیش میومد که مثلا خیلی بد، یه مدت خیلی بد شده بود، یعنی میگم مثلا شاید هفته 5 روز مثلا تو کازینو بود، یه همچین حالتی بود به طور مثلا شبانه روزی.
نه متوجه شدم. بنابراین خیلی ایشون رو خودشون اداره و کنترل نداشتن، یعنی مقدار رفتارشون واکنشی بوده و در حقیقت رهایی از یه مقدار فشارهای درونی. البته میدونید جایگاه ایشون تو خانواده جایی خیلی بدی بوده، فرزند ششم، از ششم اولا هیچ وقت اون روابط عمیق رو با آدم ها ندارن، بعد از اون خیلی به خیلی چیزا باور ندارن، بعد احساس ضعف و زبونی سبب میشه که دست به یک کارا و مانورایی بزنن برای اینکه با وجودی که دیر آمدن زود برسن، و اینا همه دست به دست هم داده. به من بگید به عنوان پدر برای بچه ها چجورن؟ آقای دکتر حقیقتا این مشکل من، چون تا الان مثلا میتونم بگم اول که بچه ها همه مسئولیت بچه ها تقریبا با من هستش، ولی ایشون سعیشون میکرد خیلی تا الان مثلا بعضی وقتا مثلا هر وقت میشون مثلا برای دختر دومم، اولیه خیلی نه، برای دومیه که یه مقدار مثلا وقت بگذاره و مثلا باهاش تایم بذاره، ولی الان جدیدن خب میگم که من متوجه شدم که ایشون همزمان با چند نفر هستن و میدونم که خیلی هم مسئول، مثلا یکی رو میدونم که حدود یک ماه که با ایشون آشنا شدم و متوجه شدم که خیلی از مسائل شخصی ما رو و زندگی رو با نه اونو که شما نه ببینید عزیز، اولا این که آدم ها وقتی که ازدواج میکنن قرار نیست هیچ رابطه داشته باشن و همیشه باید ازدواج رو مطرح کنن که موقع سبب سوء تفاهم نشه که آدمی به سمتشون بیاد که ندونه. بنابراین وقت ازدواج تعهده، ولی آدمایی که ازدواج در ازدواج نیستن و رابطه نیستن و تعهدی نارن، حالا به هر حال در دنیایی که ما هستیم اونم در یه جای مانند فرض کن اروپا یا امریکا تو این کشورها رابطه یا روابطی دارن، جای گفتگو داره، ولی اونقدر چیزی نیست که عجیب و غریب به نظر برسه. حالا خب یه آدمی است که مستقل و آزاده، ولی ایشون همسر دارن و بعدم ولی حساسیت شما برای من جالبه، یعنی مجبورم همون مثال بدم رو بزنم که من میگم امیدوارم اذیت نشید، دخترتون میخواین پاشو قطع کنید، میگید خب از این بعد ما کفش چرا باید پول دوتا کفش رو بدیم در حالی که یه پا نداره؟ اصلا چه اهمیتی داره کفش و پول کفش؟ شما براتون این مهم نیست که ایشون با یه کسی رابطه داره، بعد میره با اون آدم راجب رابطهش با شما هم خب بزنه. این اصلا چه فرض کنم بگی اصلا زن من سرده، زن من گرمه، زن من چنینه، زن من چنانه، اصلا همه دروغ، اصلا خیلی بد، خیلی زشت، اصلا قبول، ولی اساس کار در اینه که با اون آدم ایشون که ضمناً اون آدم هم میدونه ایشون همسر داره، زن داره، باش رابطه داره. شما این براتون مهم نیست، مهم اینه که میره ماجرای زندگیتون رو یا رابطتون رو میگه. نه من نگفتم این مهم نیست، این مهم هست، معلومه که مهمه برام، منتها چیزی که هست هر چیزی که مثلا چیزایی رو که میبینم و میشنوم بیشتر من رو و اون غرورم رو میگن در واقع عزیزم غرور شما به خاطر پای بریده است، نه به خاطر کفش گم شده. شما براتون این نیست که ایشون رفته با یک کسی همخوابه شده، این براتون مهم نیست، رفته گفته که زن من اصلا بوی گند میده، مثلا این بهتون بر میخوره؟ چه اهمیتی داره؟ یعنی شما از آغاز ببینید ازدواجتون کار درستی نبود، یا آدم بوده که اینجا بوده شما اومدید و بعدش هم این مسائل وقتی شروع شده باید به جایی میرسوندیتش. بعدم شما مثلا 3 سال قبل که دخترتون دور 9 سالش بوده، میدونید بین 8 تا 12 بدترین سن جدایی پدر مادره، جدا شدید، 1 سالی هم از هم فاصله گرفتید، هم به دختر بزرگتون هم فرض کنید کوچیکار خیلی کمتر آسیبا خورده، بعد برگشتید، بعدم روان نشناستون، خب روان نشناستون حرفش چی بوده؟ چون ببینید از این مواردی از این قبیل چیزایی نیست که اولا بشه روش خیلی تشخیص مشخصی داد و بعد راه حل هایی وجود داشته باشه. آدما این هستن. ببینید من بارها عرض کردم که مثلا بچه ها از حدود 13 14 سالگی ما 2 تا دانه میکاریم، یه دفعه متوجه میشیم یکی از این دانه ها فرض بفرمایید که سیبه، یکی از این دانه ها درخت چناره، حالا ما 2 تا درخت داریم سیب و چنار، حالا باید با این کنار بیایم. فرزندان ما حدود 13 14 سالی که ما میگن کی هستن، آدم ها از نظر زمین های احساسی عاطفی جنسی یه چیزی هستن، مثل وزن بگیریم که 50 کیلو، یکی 100 کیلو، یکی 500 کیلو هستن، و اینا چیزی نیست که بشه روش برچسب بزد با توجه به اینکه موضوع روابط جنسی مسئله طبیعی انسانه. مثل ما برگردیم میگیم آدم خیلی پلو میخوره، خیلی گوشت میخوره، خیلی سبزی میخوره،
جای گفتگو از نظر پزشکی و بهداشتی داره، ولی این چیزی نیست که شما بتونید به این راحتی روش برچسب بزنید. بنابراین وقتی یه روانشناسی برمیگرده به شما میگه ایشون مثلا بدون تشخیص، چون تشخیصی من نگرفتم، تازه این میگرفتم در حال درست شدن، مثلا تعجب میکنم چی در حال درست شدن؟ چیزی که هست یعنی درخت چنار کم کم داره سیب میده، اصلا همچی چیزی نیست. یعنی این و متاسفانه برخی از اوقات یک کوششی برای نگهداری ازدواج یا رابطه ای هست که فقط فکر کنیم وظیفه ما اینه و الا معنایی نداره، چون همطور که خودتون هم متوجه شدید تا به حال دختر باهوشی هستید، ولی برچسبی، لیبلی، دیاگنوزی، تشخیصی رو همسر شما داده نشه، بعد بگیم این دواش این دوتاست، این کار باید به این صورت بگیره، حتی میشه براش برنامه نوشت که مثلا تا 4 ماه دیگه 90% از بین رفته، یه همچی چیزی اونم تازه به این شکل و فرم، راهی و مسئله مشخص روشنی نداره. میفهمید آقای دکتر شما؟ من سوالم این است که واقعا الان ایشون در کجا ایستادن در جهت رابطه با شما؟ یعنی کسی هستن که دلشون میخواد این زندگی و ازدواج رو نگه دارن، خانواده رو، یا آقای دکتر این دلن... که من متوجه شدم ایشون دوست داره که ما رو نگه داشته باشه در یه گوشه ای، ولی روابط و کاراش هم داشته باشه و کسی هم اعتراض نکنه. خب آیا شما فکر میکنید که ایشون چرا فکر میکنند یه همچین درخواستی در یک کشوری مانند کانادا برای یک کسی که سالهای سال اینجا هست پذیرفتنی است و عادیه و زنان دیگه هم این رو میپذیرند؟ واقعا نمیدونم، شاید به خاطر اینکه خب من میگم خب چندین بار شده که متوجه شدم که تو این مدتی که ازدواج کردیم که ایشون رابطه داره و من خب هر دفعه هی مثلا با هم صحبت کردیم، با مشاوره صحبت کردیم یا خودمون صحبت کردیم به نتیجه رسیدیم، ولی تکرار شده. شاید چون من نظرم این بود، چون بچه های من فوق العاده وابسته به پدرشون بودن، با اینکه خیلی تو خونه نقشش پررنگ نیست، ولی هر دو خیلی وابسته هستن. ها یعنی چی وابسته هستن؟ آخه همه پدر نه اصلا ببینید عزیز، بچه ها پدر یا مادری رو که کاری به کارشون نداره یه پاداشایی بهشون میده، دوست دارن منتظرش هم هستن. ما حتی دلمون خوش بود وقتی کودک بودیم که مثلا عموی ما مثلا میاد سال یه دفعه یا دو دفعه، وقتی میاد یا یه هدیه میارن یا اگر مثلا نوروز میان ما عیدی میدن، برای مثال یه دفعه هم که پاداش میگرفتیم، ولی وابستگی نبود. وقتی هم که بخواستن برن بالا با توجه به سنمون ناراحت میشدیم یا ممکن اون گریه کنیم که مثلا عموی ما که 4 روز 5 روز آمده بابت نوروز داره میره، یا زنمو یا فرض کنیم هر کس دیگری، احساس بدی میکردیم. ولی شما اگر حرفتون این است که ایشون یک اونقدر کاری به کار من و بچه ها نداره، کارهای بچه ها رو من دارم انجام میدم، خب این مسئله برمیگرده به یه رابطه سطحی. یعنی اگر فرض کنید بچه های شما الان یه هفته برن کمپ با دوستانی که خیلی خوب و خوشن، نه یادشون ای بسا به ایشونه، حتی به شما چه رسه به پدرشون. وابستگی، چون شما میخوام بگم مقصود از وابستگی چیه؟ وابستگی به چه چیزی پدر دارم؟ من نمیخواستم در واقع، چون بچه ها هر دو دختر بودن، اول که من میخواستم تا اونجا که میشه پدر رو نگه دارم، چون خیلی من باهاش صحبت میکردم، مخصوصا چون من رابطه خودم با دختر بزرگم خیلی نزدیک هستش و خیلی مخصوصا الان خیلی سعی میکنم که با توی سن بلوغ هستش خیلی باهاش نزدیک باشم، ولی همیشه این حس رو داشتم از 2-3 سال گذشته 4 سال گذشته که این دختر من چون به زبون هم می آورد که مثلا ارتباط با پدرش، مثلا دوست داره که مثلا با پدرش ارتباط بیشتری داشته باشه و این کم همه بچه ها داره عرض کردم احساس کم بود داره. نه ببینید، نه قصه سب کنید آخه اون چیزی شما این حرف رو که میزنید در حالت عادی از 100 تا بچه 98 تا شینگون هست، برای که همیشه داره امتیاز میگیره، برای که بزرگ سالا در خدمت بچه ها. گفتم ما سال یک دفعه هم فکر میکردیم خیلی دلمون میخواد عموی ما بیاد، ولی مسئله اینه که واقعیت رو نگاه کنید. خب معلومه همه بچه ها دلشون میخواد پدر مادر یک بیشتر متوجهشون باشن، برای که در حقیقت هم دنبال کسی میگرده که همجوری بهش به نوعی خدمتی، سرویسی، کاری براش بکنه.
و اون رو هم نگهش داره، ولی این به دلیل ارتباطی نیست که دلیلی برای بود و نبودش باشه. مثلا اگر نباشه ولی کسان دیگه، کس دیگه، حتی مادر یا پدر جبران کنن همه اون چیزها رو، بچه ها بودن اینا یا نبودن. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، چون آخه شما ببینید سه چهار تا، مجبورم خدمت رو عرض کنم، سه چهار تا استدلالی کردید که خالی عزیز، یعنی به جای نوعی دلیل بیشتر توجیهه، یعنی جستیفیکیشنه، حتی توضیح نیست، و به نوعی در مسیری هستید که نمیخواید، چون باهوشتر از اینید ولی نمیخواید با واقعیت روبرو بشید، حقیقت رو بپذیرید، چون بعدا حالا باش باید چی کار کنید. یعنی خب حالا من دونستم، مثل اینکه آدم بدونه که این مشکل رو دارم ولی بگه نمیخوام جراحی کنم، خب بنابراین اصلا میرم شروع میکنم به توجیه کردن که اصلا خیلی ها گفتن جراحی نمیخواد، یه دکتر گفت حالا صبر کنیم، خیلی ها رفتن جراحی کردن بدتر شدن، خیلی ها تو جراحی مردن. بنابراین ولی خودم اگر یه ذره دقت کنم متوجه میشم که من دارم بازی در میارم و بهانه میگیرم، چون سه چهار دفعه این کار کردید دارم خدمتتون عرض میکنم، از ماجرای کار و پول و قمار و دخترها و اینا گرفته تا ماجرای بچه ها و وابستگی اونها. من دلم میخواد، چون من که نظری ندارم درباره اینکه شما چه کنید، میتونم بگم این کار یا اون کار رو بکنید، این جنبه های مثبت و منفیشه، ولی دلم میخواد شما متوجه باشید که نمیتونید یه چنین جهانی رو برای خودتون بسازید که نیست، و یه چیزی رو اهمیت بدید ده به یه چیز دیگه یک، که بسا برای اکثریت مردم یا بیشتر مردم یا دیگه نگاه واقع بیانه درسته، یکه ده ده یکه، به این دلیل عرض میکنم. حالا بذارید ازتون این سوال بکنم، اگر شما به همسرتون بگید که بیا جدا بشیم، فکر کنید یا دفعه قبل که جدا شدید ایشون چگونه با این موضوع برخورد میکنه؟ دفعه گذشته که جدا شدیم خب من جدا شدم و موافق این قضیه نبودن، و بعدم برای همین میگم ما گفتم می جلسات مشاوره پیدا کردیم و ما جلسات رو رفتیم و ایشون تو جلسات هم خیلی شرکت میکرد و فالو میکرد و خیلی هم تلاش میکرد که ما برگردیم. نه این تلاش میکرد برای که برگردیم، ولی نه تلاش برای قبول اشتباهش و جبرانش و تصحیحش میکرد. اون رو هم قبول کرد، چون ایشون خیلی جلسات خصوصی هم با اون خانم مشاور داشتن و اون خانم مشاور به من گفتن که با این چیزایی که من دیدم، بعد از اینکه ما چندین ساعت رفتیم جلسه، مثلا شاید بگم مثلا جلسات ما بعضی وقتا اونایی که دو نفره بود 4-5 ساعت طول میکشید، جلسات مختلف خودم من داشتم، ایشون داشتن و دو تایی داشتیم، ایشون به من گفتن که شما اینو قبول بکن و برگرد، چون ایشون این شرط چیز گذاشته که شماها برگردین، و اینکه ایشون داره این جلساتو میاد و من دارم باهاش صحبت میکنم، که من نمیدونستم که اونها با هم چه صحبتی دارن، ولی به من گفتش که من دارم باهاش صحبت میکنم و این موضوع حل میشه، قابل حله. شما که اولش هم مخالف بودم، ولی خب وقتی که خانم مشابه هم چندی بار صحبت کردم و دلایلی که میآوردم من هم قبول کردم و ایشون میگفتم بذارید من یه سوال بکنم. شما هرگز اسمی رو نمیبرید، میدونید ما رو خط را اسم نمیبرید، اولا این مشاور شما ایرانی بود یا غیر ایرانی؟ ایرانی بودن. اوکی. دوم، حتما امیدوارم چیزی هم نگید، میدونید لایسنسشون، اجازه کارشون چی بود، به عنوان چی بود؟ نمیدونم، ولی فکر میکنم خوب، حقیقتا من این شماره رو از دفتر شما گرفته بودم، دو نفر به من معرفی کرده بودن. اما ما در کانادا کسی رو به اون صورت نداریم، اگه روان پزشک بودن میتونستن دارو هم بدن یا نه؟ خیلی فکر نمی کنم دارو میتونستن بدن. آیا کلینیکال سایکولوژیست بودن؟ یعنی شما ندیدید آیا عنوان دکترا رو داشتن یا نداشتن؟ بله. اوکی. فکر میکنم نمیدونم، خب فکر میکنم نیست از نه دقیقا تو... نمیدونم تو ایران بودم ولی اینجا نمیدونم. نه آخه قصه ایران مطرح، مهم اینجا نمیدونم. حالا اون ازش بگذاریم، من فقط خواستم یه اطلاعی بگم. خانم بودن گفتی درسته؟ بله. اوکی.
به هر حال من میدونم شاید دفتر داشته باشم ولی من ازش خبر ندارم، اونو اصلا رها کنید. بگذار حالا من اگر بگم که خود شما الان پرسشتون از من چیه، چی میفرمایید؟ من پرسشم اینه که الان تا الان حقیقتا من حالا شاید هم به قول شما سنن یا نمیخواستم ته دلم یا اینکه، ولی این بود که تا الان فکر میکنم چون من همسرم رو انتخاب کردم و پای اون در واقع چی میگن جوانبش باید مثلا تا اونجا که میتونم وایسم، ولی بچه های من خودشون به من آوردمشون تو این دنیا و انتخاب نکردن و تا اونجا که میتونم زندگی رو به خاطر اینکه میدونم نمیخوام اذیتتون کنم. آخه این چه استدلالیه؟ میدونم اگر یه مردی از یه مردی از یه زنی خیلی خوشش من رفت دنبالش یا یه زنی خیلی خوش رفت دنبالش بعد بگه من انتخاب کردم، چه فرقی میکنه؟ برای به زور که کسی رو نیاوردی که بگید من به زور آوردم. شما آغاز کردید، شما بیشتر خواستید، یا ای بسا یه مرد یا زن طرف دیگرش رو ده برابر بیشتر بخواد، ولی در مورد این که بدن تعهدی پیدا نمیکنه که بگید من این شروع کرد حق با شما. من دارم همین رو میگم، من دارم میگم که آخه شما همین جوری برای خودتون دلیل دلایل عجیب و غریب میتراشید عزیز. هر کاری دوست دارید بکنید، هر کاری دوست دارید و درست میدونید بکنید، ولی من دارم نمیخواد دفعه سرتون بخوره محکم به سنگ برای که فکر کنید که مقواست. نه آقای دوستو، من الان به این نتیجه رسیدم که خیلی سخت و سخت حقیقتا میخوام جدا بشم، ولی میخواستم یک نظر شما رو بدونم و اینکه من چطوری میتونم با دختر مثلا با دختر و دختر بزرگم و بچه‌ها این مسئله رو مثلا مطرح بکنم. نه اون که من ببینید عزیز، من نمیدونم جدا شدن شما که ایشون بچه‌ها کمترین آسیب رو ببینن. نه ببینید عزیز، یک جدا شدن تو رو من نمیدونم، انتخاب شما دو تاست. به بچه‌ها گفتن کمی فرق میکنه اولش، ولی که معمولا هم اگر پدرم در همراه باشن دو تایی میشنن جدا جدا، چون فاصله شون زیاده 5.5 سال، جدا جدا باشون صحبت کنیم چون یکی رو دیگری اثر نگذاره. ولی این مسئله نیست، مهم اینه که بعد با هم چه میکنن، بچه ها با پدر و مادر چه میکنن. چند روزه شماها همکاری میکنید یا بعد از جدایی تازه مشکلات بیشتر میشه از نظر مسائل مالی برای بچه ها چه بگیره، اونا موضوع هست. ولی اینکه چجوری بهشون بگیم، شما دفعه قبل هم حتی جدا شدید اگر من درست فهمیدم 1 سال هم طول کشیده، بنابراین یه چیزی نیست. برام بچه ها تو اروپا و امریکا خبر از ماجرای جدایی پدر مادر دارن، یعنی یه چیزی نیست که بچه های شما یه دفعه باش رو به رو بشن. نه اینکه بگم بی ای به، نه اینکه بگم به بچه ها آسیب نمیخوره. نه دکتر بزرگ من که من خیلی چیز ما، ولی میدونم که دختر بزرگی من کاملا خیلی چیزا رو میدونه و متوجه میشه و حس میکنه و میدونه که روابط ما روابط عادی نیست، ولی این رو میدونم که میدونه خودش. حالا همسرتون فکر میکنید چند روز مقاومت و مخالفت میکنن یا چه قول و قرارهایی با شما میگذارن اگر شما جدی پاش بیستید؟ نمیدونم واقعا الان با اگر قبلا بود شاید بسن، ولی الان جدیدن چون حس میکنم اصلا متاسفانه با چیزایی که ازشون میبینم فکر میکنم اصلا شناختی که من داشتم یه آدم دیگه بوده، یه از یه جای دیگه اومده. نه من مطمئنم شما نگاهتون خیلی درستم. به هر حال با هم در میون بگذارید ببینید چه خبر است. اگر میشون قول و قرار 100% میگذاره، همه این چیزها رو تعطیل میکنه، بعد میمونه به نظر شما که ببینید با گذشته چه میکنید. ولی اگر این وضع بخواد ادامه پیدا کنه، بازم انتخاب شماست عزیز. ماجرای بچه ها مهمه، همیشه من عرض کردم که خب این ادامه این رابطه به بچه ها بیشتر آسیب نمیزنه. به همین جد از پرسشی که شما خودتون دوتایی بیشتر میتونید عزیز با گذشته زمان شما به مطالعات نگاه کنید میبینید خیلی از اوقات همیشه گفته شده دیگه برای بار هزارمه، طلاق همیشه بده، همیشه بده، فقط برخ از اوقات ادامه زندگی بدتره. شما در مقابل انتخاب بد و بدتری، شما هیچ انتخاب خوبی که ندارید عزیز. بنابراین باید ببینید کدام به نظر شما در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بدتره، بنابراین بد و انتخاب کنید که گرفتار بدتر نشید. امیدوارم همچنان سراغ یه روانشناس دیگه هم برید، برای که من از نگاهی که ایشون داشتن تشخیصشون، چون اونجا حریم تشخیصه دیگه، مثل که من برگردم بگم
ایشون برگشتن گفتن چون قدش بلنده چنین یا چنانه، ما همچین چیزی نداریم. یعنی نوع حرف ها رو من نپسندیدم. البته شما دارید نقل قول میکنید که چون در این گونه موارد اینکه شما بتونید به این راحتی دست بذارید نیست، پدیده بسیار پیچیده ایه. برای که آدم ها از ذره فیزیکی ایشون خیلی معتقدن که همسر من آدمیه که خیلی سخت قبول میکنه، که اول اینکه ایشون چیزی که میگفتن به من، میگفتن ایشون وقتی یه موضوعی توی ذهنشون میره متاسفانه فایل میشه و بسته میشه و خیلی سخت میشه اون نظر رو عوض کرد. اینو به من گفت. آخه قصه نظر نیست عزیزم، من باز عرضم به شما همینه، ماجرای تمایل جنسی یه واقعیتی است که هست، مثل که شما یه قد یه آدم یه متر و نیمی که دو متره، اینو باید بپذیرید. یعنی حالا دوی این میشه کفش پاشنه بلند بپوشه، پاشنه کوتاه بپوشه، کفش نپوشه، یه تغییر کمی رو به وجود بیاره، ولی کل مسئله رو که نمیشه، صورت مسئله رو که نمیشه عوض کرد. و تمایلات جنسی در آدم ها در یکی ده برابر دیگری، تازه زمینه حد و مرزا مسئله است. اشکال کارم در فرزند ششم بودن، آخر بودن همسرتونی که همطور که در آغازم به درستی اشاره کرد، ایشون حد و مرز رو نمیشناسه. ایشون خونه پهلویی هم میتونه بره، برای فکر کنه هنوز خونهش ادامه داره. کی گفته این پهنای خونه ما مثلا 50 متره 100 متره، خونه پهلویی هم شاملش میشه. اینجا اشکال کاره و این موضوع موضوعی بسیار پیچیده. خیلی از آدم ها فکر کنن متخصص این مسائل هست. پیچیده ترین مسئله انسان مسائل جنسیته. هیچ کس هم تا به امروز برای اینکه حل حرفی بزنه و راه حلی داشته باشه و توضیحی بده و مشکل حل کنه نداریم. ما هم در تقسیم بندی مشکلات جنسی 11 تا یا 13 تا رو مشخص میشناسیم، ولی این چیزی نیست که معمولا مردم عادی دلشون میخواد حرف بزنن. به همین جهت است که متفاوت و متنوع، مثل غذای این کشور و اون کشور و اون کشوره. بنابراین ما هم تو این کشور یا اون کشور یا اون کشور هستیم، حالا چه زن و چه مرد، و با خودش مسائل و مشکلاتی هم داره. رابطه جنسی هم در دنیای امروز میان آدمایی که متعهد نیستند و قول و قراری نمیگذارن، یه رابطه ای است که بدون حد و مرز میتونه باشه، مشروط بر اینکه هر دو تکلیفشون روشنه که کجا ایستادن چه میخوان بکنن. ولی اگر مسئله یکی همسری داره، نمیدونم نامزدی داره، یه رابطه ای داره، خب اون آدمه که مسئوله که به دیگران هم بگه که من زن یا شوهر دارم یا نامزد دارم یا تو رابطه‌ام، که اون یکی بره دنبال کارش. ولی اگر اینو پنهان کرد و دروغ گفت و عکسش رو نشون داد، خب اون آدم رو در مقابل این وضعیت قرار میده که این آدم خب هیچ نه تا اونجا که من میدونم ایشون اولا که یکی دو نفر از اونایی که با ایشون در ارتباطن که قسم کامل من رو میشناسن، خب همون گفتید من گفتید هستم و بچه هستم. هستم ولی خب اون نفر دیگه هم میدونن که ایشون خب متأهل هستن. ایشون دنده خرابی دو طرفه. ولی گفتم آدم ها چون همسر شما ممکنه برن یه جایی بگه من زن ندارم بچه هم ندارم، اونم متوجه هستم. نه میخوام عرضم این است که این مسئله به گونه ای که هست چیزی نیست که من، فقط بحثم راجع به اون دوست روان درمانگر بود که تشخیص و نگاه و نظر رو در درست میشه و اینا، یا الان توضیح بعدی هم اتفاقا نشون دهنده این است که شما با کسی روبرو هستید که به این راحتی ها بهش نمیشه وارد شد. یه اسفنج نیست که آب بگیره، یه سنگ. نه متاسفانه چون بعد از اون قضایی اصلا زد زیرش و اون جلسات رو دیگه بعد یه مدت نرفت و گفت من اصلا این قبول ندارم و یه جا دیگه بریم و یه جا دیگه ما شروع کردیم و گفت نه این به درده میخوره و گفت یک نفر رو من خودم قبول که خودم قبول داشته باشم که من هم قبول کردم و من با اون توی از طریق ایران توی ایران که من شروع کردم خودم با اون آقای دکتر صحبت کردن و ارتباط برقرار کردم، ولی باز هم ایشون تو جلسات ما شرکت که با اینکه طرف خودشون میشناختن. شما به هر حال وقتی که چون ببینید مطالب و بیان فرمودید کنار هم بذارید ببینید خیر و صلاحتون چیه. امیدوارم کمترین بد رو انتخاب کنید و از اونم خیلی کمتر بد باشه که آسیبی به هر چهار شما اونقدر نخوره. برای متاسفم از اون شنیدم، ولی خوشحالم روی خط آمدید. مواظب خودتون و بچه ها و همسرتون. ممنون، متشکرم.